آزادی تنیب چند از روزنامه نگاران زندانی در روزهای اخیر و پیش از نوروز امیدواری هایی رو در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته. این در حالی است که عده دیگری در ایران بازداشت شدند و شاهد صدور احکام زندان برای شماری از بازداشت شدگان هستیم. امشب همراه با کوروش صحتی نگاهی داریم به رویدادهای اخیر ایران. خب کوروش، به سلام میکنم، درود میفرستم، خیلی خوشحالم که با هم در شباهنگ هستیم. توضیح میدین احکام جدید زندان برای چه کسانی صادر شده؟ سلام بهنود، اشاره کردی به آزاد شدن روزنامه‌نگاران زندانی که بسیاری از روزنامه‌نگاران مشهور مثل آقای شمسال وایزین، عبدالرضا تاجی، کیوان صمیمی، کیوان مهرگان از جمله این روزنامه‌نگاران بودند. اما همونطوری که گفتی، برخلاف اون امیدواری‌هایی که ایجاد شده بود در ارتباط با روند آزادی زندانی‌ها، چند حرکت جدید رو از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دیدیم که صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی 20 ساله، محمد امین ولیان، که عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان بود و بعد از حوادث روز عاشورا بازداشت شده بود، در واقع مورد باعث تعجب آفرینی شد و بسیاری از فعالان حقوق بشر در واقع شگفت زده شدن از صدور حکم اعدام برای یک جوانی که تنها اتهامش هم شرکت در مراسم روز عاشورا و دست داشتن سنگ عنوان شده. هرچند که اعلام شده که بر طبق فتوای آیت الله مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید که به دیدگاهش نزدیک است به حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکم چنین افرادی اعدام هست و یک حکم زندان هم برای آقای علی کانتوری که ایشون هم فعال دانشجویی هست، عضو گروه دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب هست، در اتهام ایشون به غیر از مسائل سیاسی و فعالیت‌های سیاسی اعلام شده که آدم ربایی هم جزوی از پرونده ایشون بوده، که این دو حکم قدری با احکام پیشین که در ارتباط با فعالان دانشجویی صادر می‌شد فرق داشت و مورد تعجب بود. و یک نکته هم که حتماً در روزهای پیش هم بهش اشاره شد و بینندگانمون حتما در جریان قرار گرفتن که یک کارگردان مشهور هم در واقع از تیررس قوه قضاییه دور نموند و آقای جعفر پناهی به خاطر اقدام به ساخت فیلمی که در مخالفت با نظام عنوان شده بازداشت شده. هرچند که فیلم های بسیار مستندی ما در این روزها دیدیم از صحنه هایی که در خیابون های تهران گذشته، باید دید که فیلمی که ایشون درست کرده در واقع چه بوده، آیا خارج از این بوده و چه صحنه‌هایی داشته که منجر به بازداشت ایشون و مهماناشون شده. اما بازداشت‌های جدیدی که اشاره کردی، امروز آقای بهزاد مهرانی، حسام فیروزی، نوید خانجانی و ابوالفضل عابدینی، چهار نفر از فعالین حقوق بشر سرشناس که بارها پیش از این هم زندان شده بودند، بازداشت شدند. از وضعیت اونها هیچ اطلاعی در دست نیست. و در مورد زندانیان سیاسی دیگه‌ای هم که در زندان هستند، بسیاری از اونها دچار وضعیت بدی هستند، مثل مهدی عربشاهی که دچار حمله قلبی شده، خانواده‌اش اعلام کردن که در زندان دچار این حمله شده. و نکته دیگه هم در ارتباط با رفتن دادستان تهران به زندان اوین و مسئله هست که برای شرکت در مصاحبه‌های تلویزیونی برخی از زندانیان رو تحت فشار گذاشتن، مثل بهاره هدایت که همچنان در زندان هست. و یک خبر دیگه هم منتشر شده بود در ارتباط با اینکه برخی از سران اصلاح طلبان رو که تحت فشار اعتراف کردن در زندان، قرار هست که جلوی دوربین بیارن و در حمایت از رهبری سخنانی رو ایراد کنن. بسیار عالی. کوروش، راجع به فعالین دانشجویی و زندانیان سیاسی صحبت کردی، به فضای مطبوعات کشور بپردازیم، اشاره به این مورد داشته باشیم. علارغم اینکه گروهی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شدن، ظاهرا هنوز جامعه مطبوعاتی ایران تحت فشار قرار داره. نکته خوبی رو اشاره کردی. همین چند روز پیش بود که روزنامه اعتماد، شاید پرسابقه ترین و پردوام ترین روزنامه اصلاح طلبان، توقیف شد و همینطور نشریه ایران دخت. خب روزنامه اعتماد در واقع یکی از روزنامه هایی بود که خط مشی معتدلی داشت نسبت به سایر روزنامه و تونسته بود دوام بیاره تو این مدت، و دیدیم که این روزنامه توقیف شد و روزنامه ایران دخت، و به شدت فضا برای انتقاد از طرف گروه های اصلاح طلب در داخل کشور مسدود شده، همزمان با مقابله جمهوری اسلامی با شبکه های ماهواره‌ای که ارسال پارازیت رو داشتن، که مورد اعتراض برخی از شرکت های عمده مثل یک شرکت فرانسوی شد، و همینطور تهدیدهای کسانی که با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور صحبت میکنن. در مورد جامعه مطبوعاتی کشور هم همزمان این نقش رو داشتیم که این نقش رو قوه قضاییه ایفا کرد، و همینطور محمد علی رامین، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات که چهره بسیار شناخته شده ای هست برای جامعه مطبوعاتی ایران،
و ایشون نقش عمده‌ای رو ایفا کرده در برخوردهایی که ببیشه در ماه‌های اخیر با روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های مستقل و نسبتاً منتقد دولت در این ماه‌ها صورت گرفته. کوروش هفته گذشته به انتشار فیلمی از حمله به کوی دانشگاه اشاره کردیم، برخورد لباس شخصی‌ها و نیروهای امنیتی با دانشجویان که همچنان بازتاب و گسترده‌ای داشته، بسیاری راجبش صحبت می‌کنند. آیا مقامات یا مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با این فیلم صحبت خاصی کردند؟ قبل از اینکه من به این فیلم اشاره بکنم، یک نکته رو سریع اشاره بکنم به ممانعت ماموران امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد دکتر محمد مصدق هست در احمدآباد که سالهای پیش هم برگزار می‌شد اما با بازداشت و ضرب و شتم برخی از شرکت کنندگان همراه بود. این یک نکته، چون دو روز دیگه سالگرد درگذشت دکتر مصدق است. اما در ارتباط با فیلمی که اشاره کردین، اولین اظهار نظر رو آقای بروجردی داشت، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، که اعلام کرد این فیلم مونتاژ شده و اولین بار از بی بی سی پخش شده، هرچند که انتقادهایی رو برانگیز از سوی برخی دیگر از نمایندگان مجلس مثل داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس که اعلام کرد باید این طرح در واقع مورد بررسی قرار بگیره. باز هم خبر این بود که شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر مطبوعات هر گونه انتشار خبری رو در ارتباط با این فیلم از سوی مطبوعات ممنوع کردن و یک بخشنامه فرستادن که هیچ گونه خبری در این ارتباط منتشر نشه، هرچند که روزنامه کیهان باز هم با استفاده از رانت‌های ویژه‌ای که داشته این خبر رو منتشر کرده و گفته که انتشار فیلم حمله به کوی دانشگاه دسیسه دشمنان حکومت بوده و برای ایجاد اختلاف میان نیروهای انتظامی و امنیتی حکومت صورت گرفته. این خبرهایی بوده که در ارتباط با این فیلم بوده، هرچند که ما در برنامه پیش هم اشاره کردیم به سخنان مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی که مثل آقای خامنه ای و احمدی نژاد، که به طور کلی آقای خامنه ای اعلام کرده بود که عوامل ناشناس هستند و آقای احمدی نژاد هم اعلام کرده بود که کار دشمنان جمهوری اسلامی هست حمله به کوی دانشگاه. مرسی کوروش از اینکه امروز با ما بودی. حتما در برنامه‌های آینده به جزئیات بیشتر مسائل خواهیم پرداخت.